سلام و درود خدمت بینندگان شبکه جهانی دریملند. در خدمت شما هستیم از سری برنامه های ترازو. دومین قسمت این برنامه رو کماف سابق در خدمت دوست و سرور عزیزم جناب آقای احمد غفاری، وکیل دادگستری و همچنین متخصص امور مهاجرت هستیم. جناب غفاری بسیار خوش آمدید، شما صاحب برنامه هستید. به هر شکل خوشحالم از اینکه این دفعه هم میبینمتون و در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان عزیز. جناب غفاری، عرضم به حضورتون که بعد از برنامه بسیار پربیننده و خوش استقبال قبلی، سوالات بسیار زیادی در خصوص ویزای 5 ساله و ویزای 3 ساله به دستمون رسیده که خب به طبع با توجه به اینکه ما اینجا هستیم تا بتونیم هر چند کمکی ناچیز به دوستانمون که متقاضی ویزاهای پناهندگی هستن داشته باشیم، این سوالا رو من مطرح میکنم با تو. میخواستم خواهش کنم که قبول زحمت بفرمایید و پاسخ بگید، هر چند وقت برنامه زیغ هست اما با اون درایت و مناعت طبعی که شما دارید لطف بفرمایید و این سوالات رو پاسخ بدید. خواهش. عرضم به حضورتون همونطور که خاطرتون هست، البته میدونم مشغله کاریتون بسیار زیاده، اما در برنامه قبل ما در خصوص ویزای 5 ساله SHEV صحبت کردیم و در حضور دوست عزیزمون که از دوستان پناهجو بودن، تشریف آوردن آقای رضا قارداشی، سوال شما به طور کلی به این ویزا پرداختید. سوالاتی که به دست ما رسیده، یکی از سوالات رو مطرح میکنم، یکی از بینندگان خوب ما در خصوص فرزندان بالای 18 سالشون پرسیدن. سوال این بودش که در خصوص فرزندان بالای 18 سال و ادامه وابستگی در کیس های پناهندگی و اینکه چگونه اینها میتونن کماکان روی کیس خانواده باقی بمونن، یک توضیحاتی بفرمایید، چون دوستان هستن که فرزندانی دارن که الان حدودا 18 سال کم یا بیشتره و نگرانن که آیا اینها از زیر کیسشون خارج خواهند شد یا خیر. سوال خیلی خوبی کردین. واقعیت اینه که خب خیلی از دوستانی که تشریف آوردن در زمانی که پاشون رو گذاشتن و وارد استرالیا شدن، بچه‌هایی داشتن، فرزندانی داشتن که زیر 18 سال بودن، ولی الان که نزدیک موقع در واقع اقدام کردن برای ویزای پناهندگیشون شده، در نوبتشون میشه، بچه‌ها شدن 18 سال. اتفاق که میفته اینه که به طور خودکار کسی که بچهش 18 سالش میشه از زیر در واقع اصطلاحاً کیس پدر مادرش بیرون میاد، از زیر کیس سرپرست خانواده بیرون میاد و در واقع براش یک دعوتنامه جداگانه دیده میشه که فرستاده میشه براشون. البته خب اگر همچی اتفاق افتاد و براشون دعوتنامه جداگانه فرستاده شد، اگر کماکان فکر میکنن که وابسته سرپرست خانواده هستند و جز اون واحد خانواده قرار میگیرن، عضوی از اون واحد خانواده هستند، بهتره که به اداره مهاجرت اطلاع بدن و بگن که بله، با این که من بالای 18 سال هستم اما کماکان عضوی از این واحد خانواده هستم به منظور ویزای پروتکشن، به منظور ویزای در واقع پناهندگی. این که تحت چه شرایطی کسی بالای 18 سال باشه کماکان هم عضو از خانواده محسوب میشه به این منظور، واقعیت اینه که خب تعریف شده که اگر این فرد هیچگاه ازدواج نکرده بوده باشه و متأهل نباشه در حال حاضر، بله، و برای نیازهای اولیه و اساسی زندگیش مثل غذا، مسکن، پوشاک به سرپرست اون خانواده در واقع وابسته باشه، جز تعریف وابسته قرار میگیره، یعنی عضوی از اون واحد خانواده به منظور درخواست ویزای پناهندگی محسوب خواهد شد. یعنی اگر کسی از لحاظ مالی بخواد وابستگیشو قطع بکنه، یعنی فیلمثل بره و کار بکنه جایی، آیا اینکه پارت تایم کار میکنه یا فول تایم کار میکنه، آیا این ایشون رو از یا میزان درآمدش خودش دلیلی میشه بر خروج این آدم از فامیلی یونیت؟ واقعیت اینه که این قانون
طوری نوشته شده که تقریبا خیلی میشه تفسیر بازی ازش داشت. به طور خیلی خاص داره تعریف میشه وابستگی به این عنوان که برای نیازهای اساسی و اولیت مثل خوراک، پوشاک و مسکن وابستگی داشته باشی به سرپرست خانواده. پس اگر کسی کار میکنه قاعدتا وابستگی برای خوراک، پوشاک و مسکنش، برای نیازهای اولیش میتونیم بگیم که به سرپرست خانواده نداره و میتونه اینجوری تفسیر بشه که بله ایشون دیگه وابسته به سرپرست خانواده نیستش. جناب غفاری، منظور نظر این است که اگر کسی از فرزندان خانواده ازدواج بکنه دفعتا از فامیلی یونیت خارج میشه. قطعا همینطوره. حالا اگر کسی ازدواج بکنه و هنوز لحاظ مالی وابسته به خانوادهش باشه، پسری که ازدواج میکنه و عروس خانواده رو با خودشون در یک خونه تحت تکفل پرنسش نگه میداره، کسی که ازدواج میکنه دیگه عضوی از اون واحد خانواده به منظور درخواست ویزای پناهندگی نخواهد بود. اصولا آیا با پارتنر هم همین اتفاق میفته؟ قاعدتا اگه پارتنر پارتنر باشه به حاله، یعنی واقعیت اینه که مهم نیست که تو شما ازدواج میکنی یا دفکت ریلیشنشیپ داری، متوجه هستی؟ یعنی خیلی این فرقی نمیکنه. واقعیت اینه که اگر وارد ریلیشنشیپ بشی با کسی، درسته، عملا دیگه وابستگی به اون واحد خانواده نداری، یعنی عضوی از اون واحد خانواده نیستی، خودت یه واحد خانواده مجزا میشی، مخصوصا اگر جدا داری زندگی میکنی، مخصوصا اگر جدا داری زندگی میکنی. ولی این که خب خیلی خب یک پسری هست که دوست دختری داره، یه دختری هست که دوست پسری داره و اینها کژوال رابطه ای دارن، واقعیتش اینه که و کماکان دارن خونه پدر مادرشون دارن زندگی میکنن، واقعیتش اینه که نه، نمیشه گفت این که خب ریلیشنشیپ به اون معنا هستش که معنی پارتنر داشتن و داشته باشه. آره. جناب غفاری، چنانچه در یک فامیلی پکیج پس از اخذ ویزای 3 یا 5 ساله فرزند یا فرزندانی ازدواج کنن و جدا بشن از این یونیت، وضعیت اونا در استمرار این ویزا چه خواهد شد؟ این واقعیت اینه که وقتی ویزا صادر میشه، چه 3 ساله چه 5 ساله، تا پایان مدت در واقع اعتبار اون ویزا، پایان زمان اون ویزا، اینها خب اون ویزا رو دارن و مشکلی ندارن حتی اگه جدا بشن از اون فامیلی یونیت، اما با نزدیک شدن به انقضای اون ویزا باید درخواست یه ویزای موقت پناهندگی دیگه داده بشه. و اگر فرزندی از اون واحد خانواده ازدواج کرده و قبل از اینکه ازدواج بکنه اون ویزای 3 ساله یا 5 ساله رو بر این مبنا گرفته باشه که خب پدر اون خانواده یا مادر اون خانواده ادعای پناهندگیشون قبول شده، خب با نزدیک شدن به تاریخ انقضای ویزاش عملا باید خودش ادعای پناهندگی بکنه و خودش احتمالا در اون زمان ادعایی برای پناهندگی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این پدر یا مادر اون خانواده بوده که به عنوان سرپرست اصلی، به عنوان سرپرست خانواده، اون واحد خانواده ادعای پناهندگیشو ارائه داده و مورد قبول واقع شده. پس با نزدیک شدن به زمان انقضای ویزا این مشکل هم میتونه براش اضافه بشه. بسیار عالی. یعنی خب البته خشمم. نه بفرمایید، استفاده کنم. البته این قضیه تو ویزای 5 ساله یه تفاوتی داره. اگر در حین ویزای 5 ساله اون شرایط مبدل وضعیت، یعنی اون 3.5 سال و یکی از اعضای خانواده کار بکنه یا تحصیل کنه در نقاط دور افتاده استرالیا و اون خانواده روی مزایای سنترلینک نباشند، با تأمین شرایط مبدل وضعیت بعد از 3.5 سال تمام اعضای خانواده اون بار، اون منع قانونی از روی وضعیتشون برداشته میشه و میتونن
در صورت تأمین شرایط ویزاهای دیگه برای ویزاهای دیگه هم اقدام بکنند. خب این به این معنیه که اگر در یک واحد خانواده یکی از اعضاش این شرط 3.5 سال تأمین کرد، فرزندان اون خانواده، برای مثال پدر خانواده اگه این شرط رو تأمین کرد، فرزندش بعد از اون 3.5 سال اگر مثلا ازدواج بکنه با کسی که اقامت دائم استرالیا رو داره، میتونه برای ویزای ازدواج، برای ویزای پارتنر در واقع درخواستش رو ارائه بده و درخواستش بله و درخواستش معتبر خواهد بود. بسیار مهم. پس اگر ازدواج در چنین شرایطی اتفاق بیفته بعد از تأمین شرایط مبدل، شرایط مبدل بله. وضعیت، قاعدتا این بهشون کمک خواهد کرد که بتونه در واقع برای ویزای پارتنر اقدام بکنه، یا هر ویزای دائمی دیگه، یا هر ویزای بله. یا هر ویزای دیگه بله. به غیر از ویزای دائم پناهندگی. بله. متشکرم. جناب غفاری، دوست دیگه لطف کردن و سوالی رو مطرح کردن و ازتون میخوام که قبول زحمت کنیم پاسخ بدید. ایشون فرمودن که عده‌ای به تنهایی به استرالیا اومدن، در استرالیا با همسرشون آشنا شدن و اتفاقا همینجا ازدواج میکنن با همسرشون و صاحب فرزند میشن. آیا بعد از پذیرش در ویزای 5 ساله و احراز شرایط اون، تبدیل ویزا توسط کودک هم امکان داره؟ سوال فکر میکنم سوال اشتباهی باشه. واقعیت اینه که خب اگر کسی به این شکل ازدواج بکنه در داخل استرالیا، خیلی ربط داره به این که با کی داره ازدواج میکنه. اگر با کسی که داره ازدواج میکنه اون فرد اقامت دائم استرالیا رو داشته باشه یا شهروند این کشور باشه، با ازدواج کردن با این فرد و به دنیا آوردن فرزند، اون فرزند به محض به دنیا اومدن شهروند استرالیا محسوب میشه. اما اینکه چه اتفاقی برای این آقا یا خانومی که به این شکل وارد استرالیا شده و روی ویزای بریجینگ هست میفته، واقعیت اینکه هیچ اتفاقی نمیفته. باید کماکان ایشون ادعای خودشونو به عنوان پناهنده باید بتونه ثابت بکنه و اگر تونست ثابت بکنه یکی از اون ویزاهای 5 ساله یا 3 ساله رو بگیره و با اون ویزا داخل استرالیا بونه، چون کماکان به خاطر اون منع قانونی که روی وضعیتش هست به خاطر ورود بدون ویزای معتبر به استرالیا، نمیتونه در داخل استرالیا به غیر از ویزاهای موقت پناهندگی برای ویزای دیگه اقدام بکنه و اون رو هم خب در واقع بعد وقتی اقدام بکنه که وزیر بهش این اجازه رو داده باشه. پس هیچ اتفاقی به طور خاص برش شرایطش که توش هست نمیفته، مگر اینکه از استرالیا خارج بشه و از خارج از خاک استرالیا درخواست ویزای پارتنر بکنه و با اون طریق بعد از صدور ویزا دوباره پاش رو داخل استرالیا بذاره. البته اگر این فرد به جای ویزای 3 ساله ویزای 5 ساله رو بگیره و اون شرایط 3.5 سال در واقع تأمین بکنه، بعد از تأمین اون شرایط میتونه برای ویزای پارتنر درخواست خودش رو ارائه بده و اگر با پارتنرش 3 سال یا بیشتر در واقع مدت زمان طول رابطه شون بوده باشه، وقتی که درخواست ویزای پارتنر رو میکنه به طور خودکار ویزای دائم رو میگیره، دیگه ویزای موقت پارتنر رو نمیگیره، یه دفعه ویزای دائم رو بهش میدن، یا اگر فرزندی به دنیا آورده باشند ویزای دائم رو میگیره. نیازی نداره که مثلا ویزای موقت اول برای صادر بشه و بعد دوباره برای ویزای دائمش اقدام بکنه. با توجه فرمایش شما الان درک من این شد که به واسطه تولد یک کودک از زوجی که یکی از زوجین دارای ویزای بریجینگ باشه، یعنی از بچه های پناهنده پناهجو باشه، این کودک حقی رو برای تبدیل ویزا برای اون فرد ایجاد نخواهد کرد، نه مگر نه از طریق پارتنر، نه لزومن، نه با شرایطی که از داخل استرالیا خواسته بشه به طور آنشور اصطلاحا
برای ویزای اقدام بکنه خیر، چون کماکان اون من وجود داره و اون من فقط و فقط با اون 3.5 سال کار کردن و نبودن روی مزایای سنتنینگ در مناطق محروم استرالیا تأمین میشه، یعنی برداشته میشه. حالا یک سوالی که شاید دوستان دیگری هم علاقمند باشن این رو بدونن، جناب غفاری، اصلا تولد کودک در کسایی که ویزاهای غیر دائم دارن، هر نوع ویزایی، آیا میتونه بهشون کمک کنه؟ مثلا دوتا دانشجو اومدن اینجا و صاحب فرزندی میشن، آیا این فرزند به اقامت اینها کمک خواهد کرد؟ چون خیلی پیش اومده که آدم در محاورهای عادی این موضوع رو میشنوه که بچه دار بشید و اقامت استرالیا رو بگیرید. واقعیت اینه که اگر پدر و مادر هر دوتاشون اقامت استرالیا رو نداشته باشن، هیچ کدومشون اقامت استرالیا نداشته، نه هیچ اتفاق نمیفته. به صرف این که شما فرزند در استرالیا به دنیا میاد، اگر با تولدش در استرالیا شهروندی استرالیا کسب نکنه، که البته این مستلزم اینه که یکی از پدر یا یکی از والدینش حداقل اقامت استرالیا داشته باشه، اگر تو این دسته نباشه، به دنیا اومدن در استرالیا تنها مزیتی که براش داره اینه که اگر در آینده ویزای اقامت دائم استرالیا رو به هر نحوی بگیره، بعد از 1 سال زندگی در استرالیا با ویزای اقامت دائم میتونه برای شهروندی استرالیا طبق قوانین جاری اقدام بکنه. نیاز به 4 سال اقامت در استرالیا نداره، بعد از 1 سال میتونه این کار بکنه. متشکرم. سوال دیگه که آیا پس از احراز شرایط ویزای 5 ساله کسانی که برای ویزای دائم دیگری اپلای میکنن امتیازات ویژه‌ای خواهند داشت؟ به هیچ عنوان. شما بعد از تأمین اون شرایط که در همون 3.5 سال اتفاق میفته، تازه شرایط شما میشه، وضعیت شما میشه مثل وضعیت یه آدم عادی دیگه در استرالیا که برای مثال با ویزای دانشجویی وارد خاک استرالیا شده و روی ویزاش هم شرط نو فردر استی نیست، یعنی میتونه با داشتن اون ویزا از داخل خاک استرالیا برای ویزای دیگه اقدام بکنه. اگر شرایط اون ویزای دیگه رو داشته باشید میتونید اون ویزا رو بگیرید، اگه نداشته باشید خیر. یعنی امتیاز ویژه‌ای به اون فرد نخواهد مگر اینکه در اون جدول امتیازا شاید بتونه با خاطر کار کردن در کشور استرالیا امتیازات ویژه‌ای به هر حال باید اون امتیازها رو کسب بکنه. برای مثال اگه میخواد برای ویزای اسکیل ورکر درخواستش رو بده، بعد اون امتیازها رو کسب بکنه. درست. به حضورتون عرض شود که دوست دیگری پرسیدن از ما که دارندگان ویزای 5 ساله آیا میتونن برای اعضای درجه اول خانواده که در ایران هستن درخواست ویزا بکنن؟ متاسفانه نه ویزای 3 ساله و نه ویزای 5 ساله اجازه آوردن اعضای خانواده تو، حتی اگه همسر و فرزندت باشه، رو از ایران به استرالیا، از خارج از استرالیا به داخل استرالیا نمیده. حداقل قوانین فعلی بر این منوال هست. حتی کسانی که ویزای 866 رو دارن و اون ویزا رو در واقع بدون ویزای معتبر ورود داشتن به استرالیا و بعد این ویزا 866 رو سالیان قبل گرفتن، اینها هم متاسفانه با قانونی که 2 سال گذشته اومد و در واقع اون قانون در واقع باعث شد که اگر اینها برای مثلا ویزای همسرشون در داخل ایران بخوان اقدام بکنن، باید تا موقع سیتیزنشیپشون ثبت بکنن و میتونن درخواست اون ویزا رو بدن، ولی اون ویزا مورد بررسی قرار نمیگیره تا زمانی که شهروندی استرالیا رو کسب کنن. پس متاسفانه چیزی که خیلی واضحه اینه که با داشتن ویزای 3 ساله یا 5 ساله پناهندگی به هیچ عنوان این امکان تحت قوانین جاری وجود نداره که خواسته باشه اعضای خانوادهش رو با اون ویزا بیاره. حتی اگر استرالیا شرایط 5 ساله، یعنی 3.5 سال از اون شرایط احراز بشه، باز هم نخواهند تونست. جناب غفاری، در فضاهای مجازی گاهن دیده میشه که شایعاتی مبنی بر وضعیت کمپ ها و مدت زمانی که آدم ها رو تو کمپ ها نگه میدارن
به گوش میرسه و خونده میشه. مثلا که من در جایی خودم شخصا خوندم که شایع شده که بیش از 3 ماه کسی رو در کم نگه نمیدارن. آیا اصلا این قضیه پای و مبنای درستی داره؟ آیا محدودیتی در نگهداری آدم ها در کم بعد از اینکه حالا ویزاشون ریجکت شد و اینها وجود داره واقعا؟ این 3 ماه که واقعا خب هیچ پای اساسی نداره. خب یه حرفی زده شده یا هر کسی هر یه چیزی گفته. واقعیت اینه که شما در بازداشتگاه پناهندگی چه مدت زمان رو سپری بکنی، این خیلی بستگی به شرایطت داره. یک کیسی بود به نام الکاتب که سال 2004 دیوان عالی استرالیا در موردش تصمیم گیری کرد و یکی از سوالهایی که در اون پرونده مطرح شد این بود که آیا فردی پناهجویی میشه به مدت نامحدود این فرد رو، یعنی در واقع در داخل بازداشتگاه پناهندگی نگه داشت؟ و رأی دادگاه، رأی دیوان عالی بر این مبنا بود که بله، میتونیم به طور نامحدود پناهجویی رو اداره مهاجرت میتونه در داخل بازداشتگاه پناهندگی نگه داره. که این کیس، این رأی که دیوان عالی داد خیلی سرصدا ایجاد کرد. گروه حقوق بشری خیلی اعتراض کردن و سالها در واقع کمپین کردن تا اینکه یه موقعیت دیگه پیش اومد که در سال گذشته یک پرونده مشابهی رفت به دیوان عالی و دوباره این سوال طرح شد که به چه منظور اداره مهاجرت کسی رو میتونه در بازداشتگاه پناهندگی نگه داره و آیا محدودیتی بر مدت زمانی که میتونه نگه بداره فرد رو وجود داره یا نه. رأی دادگاه، رأی دیوان عالی بر این بود که، یعنی تمامی قضات دیوان عالی به طور مشترک این رأی رو دادن که خیر، ماندن در بازداشتگاه پناهندگی، یعنی نگه داشتن فرد در بازداشتگاه پناهندگی فقط به 3 منظور مشروعه. یک، به منظور بررسی ادعای پناهندگی شخص. مورد دوم، به منظور بررسی صلاحیت فرد برای صدور ویزا، مثل بررسی های امنیتی و در واقع آزمایش شده پزشکی. و سوم مورد مشروع، یعنی دلیل مشروع برای نگه داشتن فرد در بازداشتگاه پناهندگی، به منظور تسهیل روند اخراج پناهجو باید باشه. حالا اگر هر کدوم از این 3 تا شرط که به یکی از این دلایل فرد در بازداشتگاه پناهندگی هستش در مدت زمان منطقی تأمین نشه، ادامه بازداشت فرد و نگه داشتن فرد در واقع در بازداشتگاه پناهندگی مشروع نیست و غیر قانونیه. این که مدت زمان منطقی چقدر هستش، چه تعریفی داره، واقعیت اینه که کاملا بستگی به شرایط داره. خب میشه اینجوری تفسیر کرد که اگر برای مثال کسی تمامی شانس هاشو برای اثبات ادعای پناهندگیش باخته و نتونسته در واقع ادعای پناهندگیشو در نهایت ثابت بکنه و به همین دلیل در مرحله اخراج قرار گرفته و داوطلبانه هم به کشورش بر نگشته، بعد اداره مهاجرت ایشونو بازداشت کرده و داخل بازداشتگاه پناهندگی قرار داده، خب این یک دلیل مشروع میشه برای اداره مهاجرت که در واقع به منظور تسهیل روند اخراجش از استرالیا این فرد رو داخل بازداشتگاه نگه داره. ولی اگر عملا امکان اخراج این فرد از استرالیا در مدت زمان منطقی وجود نداشته باشه، ادامه بازداشت اون فرد غیر مشروعه. اینکه چقدر این فرد داخل بازداشتگاه بمونه
که این نتیجه برسیم که ادامه بازداشتش نامشروعه، اینو واقعا باید ببینیم که عملا تست نشده، باید ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته. و باز هم میگم این مدت زمان منطقی کاملا بستگی به شرایط خاص هر پرونده و هر فرد داره. یعنی ما نمیتونیم مدعی بشیم یا این ادعا اینطور بگم که درست نیست که بیشتر از 3 ماه پناهجویان رو در کمپ نگه نخواهند. به هیچ عنوان، ما مواردی داریم که متاسفانه حتی بیشتر از 4 سال هستن که داخل بازداشتگاه پناهندگی به سهمیه و حتی به عنوان پناهنده مورد قبول واقع شدن، ولی متاسفانه در اکثریت این موارد به دلیل ناکام شدن در بررسی های امنیتی یا مشخص نشدن نتیجه بررسی امنیتی، اینها کماکان داخل کمپ سرمیان و ویزایی براشون صادر نشده. جناب غفاری، حالا که در بحث کمپ و شرایط کمپ ها هستیم، اون کسانی که در حال حاضر روی بریجین ویزا هستند و متاسفانه بر اثر پاره‌ای از اشتباهاتی که انجام میدن در سطح در واقع اجتماع به کمپ ها بازگردونده میشن، اونها وضعیتشون به چه صورت خواهد شد؟ واقعیت اینه که دوستانی که خب با ویزه بریجینگ هستن، معمولا اینا فرمی رو در واقع امضا کردن، فرم منشور اخلاقی رو امضا کردن که خیلی محدود کرده وضعیت اینها رو، یعنی بار اضافی بر دوش اینها گذاشته و هر گونه، خیلی راحت بگم، هر گونه رفتار حتی ضد اجتماعی هم میتونه بهانه‌ای باشه برای برگردوندن اینها به کمپ. یعنی به این شکل که در واقع ویزای بریجینگشون کنسل بشه و اینها رو دوباره ببرنشون در داخل بازداشتگاه. خب برای مثال یه اتفاقی که خب به طور رایج هر روزه ممکنه 10 ها موردش رو ما داخل همین شهر ملبورن داشته باشیم، همین قضیه اینترونشن اوردر ها هستش که به خاطر خشونت خانوادگی عضوی از خانواده مراجعه میکنه به دادگاه یا به پلیس و در واقع یه اینترونشن اوردر بر علیه عضو دیگه خانواده گرفته بشه، که مثلا خانومی بر علیه همسرش یا شوهرش این کارو میکنه و صرف اینکه اون اینترونشن اوردر گرفته میشه و فرد رو محدود میکنه از اینکه نزدیک بشه به اون فردی که درخواست اینترونشن اوردر رو کرده، این اتفاق خیلی خاصی نیست، یعنی لزوما اتفاق خاصی نیست این، و مادامی که شما اون رو رعایت بکنی مرتکب جرمی نشدی، اما همین کافی هستش که فرد رو به داخل بازداشتگاه پناهندگی برگردونی، یعنی باعث بشه که ویزه بریجینگش در واقع کنسل بشه، مخصوصا در مواردی که با گزارش پلیس این اتفاق میفته، یعنی دعوایی میشه، خشونت خانوادگی صورت میگیره و به پلیس اطلاع داده میشه، پلیس میاد در محل و فرد رو بازداشت میکنه و بعد ازش مصاحبه میکنه و احتمالا درخواست در واقع صادر میکنه اون اینترونشن اوردر موقت رو. در این مواقع احتمال این که پناهجو برگردنده بشه به بازداشتگاه خیلی زیاده و قطعا موارد دیگه ای مثل جرم های خیلی نمیتونیم بگیم جرم های خیلی در واقع کوچیک، ولی واقعیت اینه که برای مثال که اینا خیلیشون جرمی مهمی هست، مثلا شما اگر دیسکالیفاید باشی برای رانندگی، یعنی صلاحیت رانندگی کردن نداشته باشی به خاطر اینکه در واقع امتیازاتو از دست دادی و در این حال دوباره رانندگی بکنی، این در واقع چیزی هستش که میتونه یه پناهجو رو واقعا به درد سر بیاندازه و میتونه برش گردونه داخل بازداشتگاه. خیلی مواظب باشین قضیه درینک اند درایو، اگر مشروب
خوردید، الکل مصرف کردید، به هیچ عنوان نشینید، یعنی اصلا ریس نکنید، به قضاوت خودتون اعتماد نکنید که فکر کنید خیلی خوب من این مثلا این مقدار رو خوردم و هنوز زیر 5% هستم پس میتونم رانندگی کنم، هیچ وقت به قضاوت خودتون اعتماد نکنید، چون مخصوصا اگر پناهجو هستی این میتونه واقعا برای درد سر ساز شینه، احتمال اینکه شما رو برگردونه به داخل بازداشتگاه بسیار زیاده. البته در هر صورت رانندگی در حین مستی به هیچ کس توصیه نمیشه، و چه اونهایی که ویزای بریجینگ دارن، چه اونهایی که ویزای موقت دارن، چه پرمننت و چه سیتیزن. در اینجا هم از کلیه دوستان میخوام که این نکات ریز رو رعایت بفرمایند، نکات کوچیک و توجه به این مهمهایی که به هر حال از در قوانین ذکر شده بسیار کمک خواهد کرد به صحت، سلامت و حفظ جامعه و خود شما در درجه اول. قطعا همینطوره. فقط تمام تأکید من بر این بود که اتفاقی که ممکنه برای یه فرد مقیم استرالیا خیلی گرون تموم نشه و حداقلش مانع از یعنی آزادی شما نشه، باعث سلب آزادی اون فرد نشه، همون اتفاق برای یه کسی که پناهجو است میتونه منجر بشه به سلب آزادی و بازگردونده شدن به بازداشتگاه پناهندگی. به حضورتون خستتون که نکردم. نخواهش میکنم. یه سوال یا یک نقطه ابهامی هست که بسیار هم شنیده شده و به یک نوعی حالا یه نوع باور رو حالا نسبی در جامعه پناهجوها به وجود آورده، در رابطه این که میگن که در شرایط فعلی اینترویوی در کار نخواهد بود، یعنی وقتی که نامه رو دریافت کردن و اون همه کارهای در واقع کاغذ و داکیومنتیشن انجام شد و فرستاده شد اینا برای اداره مهاجرت، دیگه نیازی به اینترویو نیست و دعوت نخواهد شد برای اینترویو و روی همون داکیومنت ها و مدارک و روی کاغذ برای پناهجوها تصمیم خواهد گرفته شد. آیا این درست؟ خواهی نمیشه گفت خیال خامه، خیال بافیه یا خوشباوری. اگر به این تصور برید جلو مطمئنن به مشکل میخورید. خیر، حتما اینترویو وجود خواهد داشت و من هیچ موردی رو نمیدونم و ندیدم و نشیدم که بدون داشتن اینترویو، بدون مصاحبه شدن توسط اداره مهاجرت براش ویزای پناهندگی صادر شده باشه. من این حرفو قبول ندارم و این به طور خیلی مشخص در وبسایت اداره مهاجرت هم اومده، میتونن مراجعه کنن و فایل پی دی افش به زبان فارسی هم هست و یه قسمت داره دقیقا برای همین مصاحبه. خیلی همچیز صحت نداره. البته اگر کسی اقبال شعاری نکنه و بار اول رو رد بشه در روال جدیدی که بررسی میکنن، همین فست ترکی که بررسی میکنن، بار اول رو درخواستش رد بشه، برای بار دوم که در واقع درخواست بازبینی میده و اون بازبینی هم بسیار محدود خواهد بود، یکی از محدودیتاش اینه که دوباره شما اینترویو نمیشی، یعنی مصاحبه شما بار دوم دیگه اتفاق نمیفته، فقط و فقط بر اساس لایحه و دفاعی که وکیلت یا مشاور مهاجرتیت در واقع مینویسه برای شما و در دفاع از شما و ارائه میده به نهاد بازبینی کننده، فقط بر همون اساس در واقع تصمیم گیری خواهد شد و مصاحبه مجددی نخواهد بود. البته اینکه در اون نهاد بازبینی کننده قاعدتا این اختیار رو داره که از شما دعوت کنه مصاحبه، ولی این حتما استثنا خواهد بود. جناب آقای عفاری، در صفحات اجتماعی من شخصا خودم برخورد کردم که به یک نوعی این نوید داده شده که این ویزای 3 یا 5 ساله مقدمه برای اعطای ویزای پناهندگی دائم هست، یعنی اعتقاد بر این وجود داره که بعد از یک مدتی ویزای دائم رو خواهند داد به پناهجوها. شما نظرتون راجع به این مسئله چه هست؟ آیا شما هم بر این اعتقاد هستید؟ واقعیت اینه که چجوری به این قضیه نگاه بکنیم.
بعد امید داشت برای اینکه در چه مدت زمانی تو آینده این ویزا تغییر بکنه و تبدیل بشه ویزای دائم، خیلی بستگی به این داره که این دولت تا چه زمانی سر کار باشه. دولت عبود متأسفانه نشون داده که روی این قضیه خیلی رویکرد سختگیرانه و تنگ نظرانه ای داره. از ابتدای حکومت سر کار بارها و بارها تأکید کرد بر این که به کسانی که بدون ویزای معتبر وارد خاک استرالیا شدن اقامت دائم نمیده، حتی اگر به عنوان پناهنده شناخته بشن، و کماکان روی رویکرد خودش مونده. من خیلی دور از ذهن نمی‌بینم که خواسته بشه در دولت کنونی تغییری ایجاد بشه در رویکردش. این دولت حتی با دولت لیبرال سابقی که در زمان جان هوارد در دهه 2000 بودش خیلی متفاوت تر از اون داره عمل میکنه، خیلی رویکرد تنگ نظرانه تری از اون دولت حتی داره. در اون زمان در واقع در کابینه جان هوارد بود که ویزای تی پی بی برای اولین بار معرفی شد، اما همون زمان ویزای تی پی بی 36 ماهه این شرط رو داشت که اگر کسی 30 ماه بعد از گذشت 30 ماه پناهندگی میتونه دوباره در واقع پناهنده بعد گذشت 30 ماه از اون 36 ماه میتونه دوباره درخواست پناهندگیش رو ارائه بده، و اگر برای بار دوم درخواست پناهندگیش کماکان اثبات شد میتونست ویزای دائم پناهندگی بگیره. و بر همین منوال اکثریت تقریبا قاطع کسانی که با ویزای تی پی وی در اون زمان بودند ویزاشون تبدیل شد به ویزای دائم پناهندگی و بعدها خب سیتیزن هم شدن. اما این از همون ابتدای امر، از همون ابتدای معرفی ویزای تی پی وی در واقع اندیشیده شده بود امکان کسب اقامت دائم از طریق پناهندگی. اما این با معرفی دوباره ویزای تی پی وی در دوران عبوت، با روی کار آمدن عبوت، این امکان در واقع ازش حذف شد. یعنی به طور کامل از همون ابتدا گفت که خیر، به هیچ عنوان پناهجویان بهشون اقامت دائم داده نمیشه حتی اگه به عنوان پناهنده شناخته بشن. پس میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که در دولت کنونی چنین تغییر رفتار رو نبینیم. اما اگر انتخاباتی داشته باشیم و این انتخابات منجر به تغییر دولت بشه، میتونیم این شانس رو متصور بشیم که در دولت جدید رویکرد تغییر پیدا کنه و ویزای موقت تبدیل بشه به ویزای دائم پناهندگی. چون یکی از چیزهایی که به طور خیلی خاص دولت کارگر باش مخالفت کرد و عملا بیش از 15 ماه طول کشید تا بیش از 15 ماه از زمان روی کار آمدن لیبرال ها طول کشید تا در واقع این ویزای موقت پناهندگی تصویب بشه در پارلمان، این بود که خب لیبر ها حزب کارگر رفت شدید داشتن با تبدیل شدن ویزای دائم پناهندگی ویزای موقت پناهندگی. اگر همین روی کرد ما کماکان در دولت آتی حزب کارگر داشته باشیم، میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که خب ویزای موقت پناهندگی تبدیل بشه ویزای دائم پناهندگی. اما اگر خواسته باشه دولت کارگر هم این روی کردش رو تغییر بده، باز خیلی بستگی به این داره که ترکیب پارلمان از لحاظ کرسی به چه شکل باشه. آیا حزب کارگر بتونه اکثریت کرسی ها رو در مجلس نمایندگان کسب کنه یا مجبور بشه و سنا کسب کنه یا مجبور بشه که ائتلافی تشکیل بده با حزب سبز ها برای این مثال؟ من تقریبا میتونم به طور خیلی مطمئن بگم که این اتفاق در سنا خب افتاده. یعنی عملا در سنا اگر انتخاباتی هم باشه، به خاطر تعداد زیاد کرسی هایی که در حال حاضر حداقل حزب سبز داره، 10 تا کرسی داره، عملا مجبور حزب کارگر باشه ائتلاف بکنه و سبز ها خب همیشه
پشتیبان خیلی محکم و قوی بودن برای پناهجویان و پناهنده ها. میتونیم انتظار رو داشته باشیم با تغییر دولت ویزای موقت پناهندگی تبدیل بشه ویزای دائم پناهندگی؟ و چیزی که من میخوام توصیه میخوام به دوستان پناهجو و پناهنده بکنم اینه که خیلی نگران نوع ویزا نباشید. الان در این مرحله مهم نوع ویزایی نیست که شما میگید، مهم اینه که بتونید به عنوان پناهنده خودتون رو اثبات کنید. اگر شرایط پناهندگی رو بتونید کسب بکنید، بتونید ثابت کنید که پناهنده هستید، کلی از مسیر رو رفتید، میتونید امیدوار باشید که در آینده این ویزا تغییر بکنه. جناب آقای غفاری، سوال دیگه ای که هست یک سوال کلی هست مبنی بر این که واقعا بلا فاصله بعد از این که نامه ها رو دریافت کردن دوستان پناهجو، روال کار به چه صورت خواهد بود؟ من میدونم شما اینه در سمینارهای مختلف، من خودم خدمتتون بودم، مطرح کردید، اشاره ای هم در برنامه قبل داشتید، اما کماکان به هر حال به عنوان اولین قدم هست بعد از رسیدن دعوتنامه ها. این مدار اگر ممکنه بیشتر این مسئله رو باز بفرمایید، فکر میکنم که مفید حال دوستان باشه. ببین، به غیر از گروه اولی که تقریبا نامه ها رو گرفتند و بهشون فقط ویزای تی پی وی پیشنهاد شده بود، الان یه مدتی هست که به کسانی که در واقع نامه ها رو میگیرن هر دو ویزای تی پی وی و ویزای 5 ساله در واقع پیشنهاد میشه و میتونن هر یک از این ویزاها رو، یکی از این دوتا رو در واقع انتخاب بکنن با توجه به شرایطشون. خوب ببخشید، ویزای تی پی منظورتون ویزای 3 سال است؟ بله بله، میتونن یکی از این دوتا ویزا رو انتخاب بکنن، میخوان تصمیم بگیرن که کدوم یکی از این دوتا ویزا رو بگیرن. خب خیلی بد توجه داشته باشید که فرمایی که برای این دوتا ویزا استفاده میشه متفاوته. گاهن دیده شده که دوستانی در واقع گفتن که هر دو ویزا یه فرم داره، در صورت که خیر، ویزای تی پی وی با همون فرم های ویزای 866 در واقع ازش استفاده میشه، اما برای ویزای 5 ساله از فرم 790 باید استفاده بشه که از لحاظ ماهوی این دوتا فرم تفاوت چندانی با همدیگه نداره، اما از خب شماره فرم فرق میکنه و یه تغییرات اندکی ممکنه با هم دیگه داشته باشه. خب وقتی که شما نامه رو دریافت میکنید باید توجه داشته باشید که این نامه رو اولا از چه طریقی دریافت کردید. اگر نامه رو از طریق ایمیل دریافت کردین، که معمولا نامه هایی که برای دوستان پناهجو فرستاده میشه ویزای بلژینگن از طریق پست فرستاده میشه، اگر طریق ایمیل دریافت کردین، همون روزی که نامه رو دریافت کردید از همون روز 28 روز تقویمی، نه 28 روز کاری، دقیقاً 4 هفته بعدش، تا 4 هفته بعد باید درخواست پناهندگی شما در واقع ثابت بشه. جناب آقای غفاری، شما بفرمایید که بلافاصله بعد از دریافت نامه‌های اداره مهاجرت که دوستان دریافت می‌کنن، روال کارشون به چه صورت خواهد بود؟ چطور باید درخواست ویزا رو به اداره، نوع ویزا و درخواست ویزا رو به اداره مهاجرت اعلام کنن؟ به غیر از اون گروه اولی که تقریبا همشون دعوتنامه گرفتن برای مبنی که میتونن فقط برای ویزا تی پی وی اقدام بکنن، یک مدتی هستش که بقیه دوستان که دعوتنامه دارن میگیرن هر دو تا ویزای تی پی وی و ویزای 3 ساله و 5 ساله بهشون پیشنهاد میشه. خب چیزی که باید حتما مد نظر داشته باشن که اینه که فرمای جداگانه ای برای هر کدوم از ویزاها باید تکمیل کردش. برای ویزای تی پی وی کماکان همون فرمای ویزای 866 که موسوم به فرم 866 است باید تکمیل بشه، ولی برای ویزای 5 ساله باید فرم 790 تکمیل بشه. تی پی وی منظورتون ویزای 3 ساله؟ بله. و خب این دوتا فرم قاعدتا از لحاظ ماهوی خیلی چندان تفاوتی با هم دیگه نداره، ولی خب باید فرم درست رو برای هر کدوم از ویزا انتخاب بکنی و تکمیلش کنی. آیا اداره مهاجرت فرم ها رو مستقیما برای دوستان خواهد فرستاد؟ نه، چیزی که من مشاهده کردم خیلی فرم ها رو نمیفرسته، ولی فرم ها طریق وبسایت اداره مهاجرت border.gov.au قابل دسترسی هستش. اینو گوگلش نکنم، بخاطر اینکه وقتی گوگل میکنی لینک قدیمی میاد
لینک immi.gov.au میاد که اون لینک دیگه عملا وجود نداره. شما کلیک کنی روش ارجاع میده به صفحه اصلی border.gov.au. بهتر اینه که بری داخل صفحه border.gov.au، اونجا داخل سرچ انجین خودش بزنی فرم 866 از اونجا، یا فرم 790 از اونجا سرچش بکنی. جناب آقای غفاری، بفرمایید که عموماً از لحاظ زمانی چقدر دوستان وقت دارن اپلای کنن بعد از اینکه نامه اداره مهاجرت رو دریافت کردن برای ویزاهای 3 یا 5 ساله؟ این خیلی بستگی داره اینه که از چه طریقی، یعنی کاملا بستگی به این داره که از چه طریقی اینو دریافت میکنن. اگر طریق ایمیل دریافت کنن که معمولا کمتر دیده میشه برای ارسال به پناهجویان از ایمیل استفاده بشه، چون که مگر اینکه قبلا ایمیلشون به اطلاع اداره مهاجرت رسیده باشه، اگر نامه‌ای رو از طریق ایمیل دریافت بکنند، از همون روزی که دریافت کردن نامه رو، دعوت نامه رو، در واقع 28 روز تقویمی نکاری فرصت دارن که ادعای پناهندگیشون فرم ها رو و در واقع پرونده‌شون رو تسلیم اداره مهاجرت بکنن. یعنی اگر امروز دوشنبه هستش و این نامه رو دریافت کردن، برای مثال دوشنبه 4 هفته بعدش، تا دوشنبه 4 هفته بعدش فرصت دارن که در واقع اپلیکیشن فرم ها و کلیه مدارک رو تسلیم اداره مهاجرت کنن. اگر نامه رو از طریق پست میگیرن که در اکثریت قاطع موارد به این شکل هستش، باید تاریخ صدور نامه نگاه بکنن. از تاریخ صدور نامه 7 روز کاری باید حساب بکنید. روز کاری یعنی شما تعطیلات آخر هفته محسوب نمیشه. بله. اگر پابلیک هالیدی وسط هفته داریم محسوب نمیشه. 7 روز کاری میشمرید. برای مثال اگر نامه ای رو روز جمعه شما دریافت بکنید، تا جمعه هفته بعدش میشه 5 روز کاری. دوشنبه هفته بعدش میشه روز ششم و سه شنبهش میشه روز هفتم. از اون سه شنبه در واقع 4 هفته تقویمی شروع میشه. یعنی عملا 7 روز کاری میتونیم بگیم یه چیزی تقریبا حداقل 9 روز، 9 تا 10 روز هست روز تقویمی معمولا محاسبه میشه. و اینو به علاوه 28 روز که بکنید، یه چیزی 37 یا 38 یا 39 روز شما فرصت دارید که در واقع از تاریخ صدور نامه که در واقع اپلیکیشن فرم هاتون و کلیه مدارکتون رو تسلیم اداره مهاجرت کنید. یعنی از تاریخ صدور نامه 7 روز کاری به اضافه 28 روز تقویمی. احسنت. بله دقیقاً همینطور. بعضا دیده شده که بعضی از دوستان نامه هایی رو که دریافت کردن به دستشون نرسیده، به این ترتیب که یک برگه گرفتن که حالا نامه چون نامه خاصی بوده رفته به اداره پست و دوستان دیر متوجه شدن، یعنی ظرف 10 روز مراجعه کردن به اداره پست و با ارائه اون ته برگ نامه اصلی از اداره پست دریافت کردن. این شرایطش به چه صورتی؟ خب این نامه همه با پست در واقع اکسپرس فرستاده میشه، سفارشی با پست سفارشی فرستاده میشه. وقتی نامه دم در خونه میاد، اگر نباشید که تحویل بگیرید، برای شما یک کارت کوچیکی میذارن که نامه رو برید از همون روز بعد از ظهرش معمولا میتونید بیرید از اداره پست، از پست آفیس نزدیکترین پست آفیس رو که اونجا آدرسشون برات بیفته رو کاغذ برید بگیرید اینا. خب اگر اینو بهش توجه نکنی، خب عملا زمان رو تا دست میدی، زمان کمتری خواهی داشت و این بهانه نمیتونه باشه، به خاطر که اون کارت رو به هر حال در داخل پست میل باکس شما گذاشتن، میتونید بردارید و برید از پست آفیس همون روز یا روز بعدش برید اینو بگیرید. البته باز هم میتونم بهتون بگم که اگر دلیل موجهی داشته باشی، میتونی در واقع درخواست تمدید مهلت بکنی از اداره مهاجرت و دیده شده که در واقع اینا قبول میکنند. مواردی داشتیم که قبول کردن، و خب یه دلیل موجه داشته باشه که چرا درخواست میخوای بده که تمدید کنند مهلتتون. ادامه چرخه کار رو هم میفرمودید بعد از اینکه این فرم ها و از این مدت به دستشون رسید، اینها دوستان ارسال خواهند کرد برای اداره مهاجرت و خب بعدش قاعدتا بعد منتظر
باشن، مدت کوتاهی بعدش در واقع یک نامه تاییدی میگیرن که بله در اپلیکیشن ویزای شما دریافت شد و این اپلیکیشن در واقع معتبر هستش، و بعد از یه مدتی شاید یک یا دو ماه هنوز معلوم نیستش دعوتشون بکنم برای مصاحبه حضوری و مصاحبه حضوری رو برن انجام بدن، و بعد از انجام مصاحبه حضوری در واقع تصمیم گیری در مورد ویزاشون انجام خواهد شد. جناب غفاری، به عنوان آخرین سوال در این برنامه خدمتتون میپرسم، در صورتی که دوستان عزیزی که برای این دو مدل ویزای 3 یا 5 ساله اقدام میکنن موفق به اخذ ویزا نشن به هر دلیلی، یا پروندهشون ریجکت بشه، تکلیف اونها چه خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظارشون خواهد بود؟ اگر به طور خاص منظورتون اینه که موفق به اثبات ادعای پناهندگیشون نشن و به این دلیل ویزا نگیرند، خب قاعدتا اگر دفعه اول بد اقبال باشن و این اتفاق براشون بیفته میتونند تقاضای بازبینی بدن که این بازبینی همونطور گفتم محدود خواهد بود. یه نهاد بازبینی کننده است که یه بازبینی محدود انجام میده و قاعدتا روال بر اینه که مدارک و شواهد جدیدی گرفته نشه و فکت و ادعای جدیدی اضافه نمیتونه بشه و فقط و فقط بر مبنای در واقع دفاعیه هست که وکیلشون یا مشاور مهاجرتیشون براشون تنظیم میکنه و در دفاع ازشون به اداره مهاجرت به نهاد بازبینی کننده تسلیم میکنه. فقط بر این مبنا هستش که همونطور قبلا هم توضیح دادم که تسلیم گیری میشه در مورد صلاحیتیشون برای احراز شرایط پناهندگی. خب بعد از اون هم کماکان فدرال سیرکیت کورت، یعنی بازبینی قضایی برای پناهجویان هستش، یعنی میتونن از این هم استفاده بکنن که اون شرایط خاص خودشو داره و یه پروسه پیچیده دیگه ای هستش که در نظام فعلی هم وجود داره و در واقع شکل جدیدی هم که قرار بررسی بشه ادعای پناهجویان کماکان وجود خواهد داشت. بسیار. اگر نکته پایانی هست جناب غفاری، زمان تشکر از حضورتون در این قسمت. آرزو موفقیت میکنم کماکان برای همه دوستان. بسیار عالی. بینندگان محترم، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. اختزای جان چو ای دل آگهی است، هر که آگه در بابد جانش خریست. تا برنامه بعد، درود و بدرود.